سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این روزها به شدت افکار درگیر مسابقات جام جهانی هست تقریبا همه جای دنیا توجهشون جلب شده به جایی به نام قطر جایی که این روزها به شدت هم شگفتی ساز بوده خب اتفاقاتی در این حوزه برای تیم ملی ما در حاشیه پیرامونیش داره میفته اینو می‌خوام بریم با همدیگه بررسی کنیم بعد نکات هست مفصل خدمت شما عرض که فقط یه نکته خیلی مهم باید خدمت شما عرض کنم اونم این است که روز گذشته در یک بازی خیلی عجیبی که اتفاق افتاد و خیلی ها رو حیرت زده کرد ژاپن موفق شد که آلمان رو شکست بده بعد از برد سعودی در مقابل آرژانتین این یکی از عجیبترین ترین اتفاقایی بود که خب خیلی ها انتظارش نمی کشیدن. باید بپذیریم که این دوره از جام جهانی انصافاً تیم های آسیایی خیلی متفاوت از دوره های قبلی و خیلی با انگیزه تر ظاهر شدن من چیزم داخل پنس خدمت شما عرض کنم دوستا همین اتفاق همینی که داریم تعریف میکنیم که آلمان از ژاپن باخته و عربستان تونس آرژانتین رو شکسته برای بازی ایران میتونست اتفاق بیفته برای بازی ایران همین میتونست اتفاق بیفته ما دو تا گل به انگلیس زده بودیم اگر دقت بکنید اون بازی رو اون کسایی که با دقت نگاه این حرف من رو تایید میکنن دو تا موقعیت گل شما داشتی از دست دادی خیلی علکی از دست دادی خیلی مسخره از دست دادی از اون طرف داستان شما یه دروازه‌بان داشتی این دروازه‌بان اگر تو زمین بود حداقل سه تا از این گل‌ها رو می‌گرفت من فکر می‌کنم هر کسی که بازی‌های ایران رو دیده مدل این بازیکن رو می‌شناسه این سالها کمی فوتبال این رو دنبال کرده باشه فوتبال ایران رو حتما رو میپذیره پس یک بخشش من فکر کنم به خاطر این بود که بازیکن تمرکز نداشت وقتی شما دو تا موقعیت خیلی واضح گل داری جلوی انگلیس یکی از پرگل ترین بازی جام جهانی رو رقم بزنه ولی گل نشده قبلش اتفاقای افتاده بعدش حاشیه داشت این نشون تیم تمرکز نداشته یه بخشی از داستان انصافا رفتی به تمرکز تیم نداشت یعنی خیلی بچانس بودیم اینکه مثلا تو دقایق اول بازی شما اون دروازه اون که خیلی روش حساب کردی بیرانوند یه دفعه یا آسیبی صورتش ببینه بینی پر خون بشه دماغ بشکنه تلاش بکنه تو زمین وایسه تعادلش رو نتونه حفظ بکنه مجبور بره بیرون دیگه این واقعا بچانسیه و خب ما اصلا همه چیز جمع شد برای اینکه یه اتفاق خیلی تلخ برای اون تاریخی رقم بخوره و به صلاح خودمان حسابی حالمون گرفته بشه ولی خب به هر جدی این اتفاقی که بر ما هم میتونست بیفته این برد ژاپن و سعودی برای ما هم میتونست اتفاق بیفته ولی خب باید ازش درس گرفت از اتفاقات یا رخ داد فکر می‌کنم باید عبور کرد و ازش درس گرفت دو تا حاشیه داره اتفاق دیروز و مسابقه ژاپنی ها یکیش این بوده که خب احتمال در هستین که قطری ها حضور پرچم همجنس ها رو در کشور خوشون ممنوع کردن خیلی هم سکر حساسیت به خرج بده و ممنوعیت هایی بذاره حالا تو برای فردا خیلی سعی کنم مفصل تر توضیح بدم و بهش بپرزم اینجا که اتفاق میفته وزیر کشور آلمان پرچم و نماد همجنس ها رو وارد ورزشگاه میکنه حالا سعی میکنی که احتمالا دیگه مخفیانه کار انجام بشه دیگه و بازیکنان تیم آلمان هم زمانی که وارد زمین شن به نشانه اعتراض به اینکه اجازه نداشتن نماد همجنس بازها رو به ورزشگاه بیارن دست خودشون رو در مقابل دهانشون میگیرن این خیلی مرتجی کاربرهای فارس زبان قرار گرفت بعضی گفتن که بازیکن آلمان دستشون رو جلوی دهانشون گرفتن به خاطر اینکه به تنز گفتن به خاطر اینکه به کنایه. به خاطر اینکه کشورشون کشوری است که, هست که... اه... کمک کرد سو... اه... حزب بس عراق بمب شیمیایی رو رو سر مردم ما استفاده بکنه به خاطر همین خجالت میکشن از اینکه صحبت بکنن خجالت ربطی به همجنس بزرگی نداره اینا شرمشون میاد حرف بزنن علیه مقداماتی کردن شرمشون میاد حرف بزنن خیلی های دیگر بعد از باخت آلمان گفتن آقا تمرکز نداشت حواسش به بیرون زمین بود به جای اینکه به بازیش به فرض رفت سراغ حاشیه و چیزهای دیگری و در نهایت اتفاق براش افتاد تایید یارت نمی‌کنم این چیزایی که گفته میشه این صرفا حاشیه هایی هست پیرامون این قضیه که دوست داشتن با هم دیگه بررسی کنیم در یک بار فضای ورزشگاه رو روزی که بازی ایران برگزار شد در قطر با هم یک مروری داشته باشیم خب یک جاهایی که شعاری شنیده خیلی زود بسات این شعار هم شد این هم شعار بی بود آ این بی با کی بودن اینا اصلا کی به کی گفت یعنی مثلا به ورزشکارامون گفتن خودشون با خودشون دعواشون شد گفتن این خیلی چیز مختلفی در بارش بعضی هم میگن یه لحظه از سمون به ورزشکارا گفتن بعض میگن نه یکی سلطنت طلب بوده اومده توی ورزشگاه به اون گفتن بعضی دیگه میگن نه یه قطری اومده این سلطنت طلب رو به خاطر فرشانش برخورد که به اون یکی گفتن ما اینو هنوز نفهمیدیم داستان چی بوده هر کسی یه چیزی تعریف میکنه حالا بریم یه ویدیو ببینیم اصلا اون لحظات و اتفاقاتی که در ورزشگاه رخ میده اینجا پرچم سلطنت طلب ها وسط ورزشگاه وسط بازی حالا تو اون حال خرابی که ایرانی ها دارن گل خوردن و همه کلافه بالا میره این لحظه رو ببینیم اجازه من صدا شو. خیلی خوب این ویدیو رو ببینید اون آقایی که اون پشت سر دازت فهمیدین چی گفت این پرچم سلطنت طلبه رو گرفت بالا یه نفر عصبانی شد رفت هولش داد یه خانومی بود رفت هولش داد اون آقای بابا اینو اینجا بالا نگیریم پرچم بعد یه آقای من جلو با اونم دعوا شد یه سری رفتن جلو یه سری از عقب شروع کردن هول کردن هول کردن اون آقا اون پشت فریاد میزد میگفت از پیروز شد از گل خوردن تیم خودمون خوشحال میشی بی ناموس. اگه خوشحال میشی برو بشین وسط هوادارای کشور انگلیس چرا بغل ما نشستی اگه ناراحت میشی پس این مسخره بازی چیه چرا تمرکز اطرافیان تو داری میگیری این نشون میده که اون لحظه که ایران گل خورده اینا تشویق کردن که تو دل طرف اونده اون بالا نگه داشته نگه داشته نفهمید از کجای این صندلی جلو شده الان که دعوا شروع شد اینم شروع کرد داره میاد که بیناموس تو خوشحال شدی از اینکه ایران گل خورده و دیگران هم شروع کردن فردو هو کردن دوستان هر کدوم از تیمایی رو که نگاه میکنی اومدن تو این زمین ورزشگاه جرأت داشته سرود ملی کشورش خونده یه سری از این که تو زمین جرأت ندارن بخونن شما فکر نکن کینه یا عقده یا چیزی داره جورت نداره بخونه به خاطر اینکه فضا رو سنگین کردن تیمای دیگه اومدن تو زمین نشستن بازیشون رو انجام دادن یه لحظه شما تصور کن جای بازیکن سعودی که گل زد سجده کرد مثلا یکی از بازیکن ایران سجده الان باباش در می آوردن اینا آقا این آبروی ما رو در جام جهانی بردن اینا متحجرن اینا فوریه مشادم و متاسفانه پروژه بگیر دور ورزشگاه نشستن هر کدوم پروژه خودشونو دارن من این فوشو بدم عکسشو بفرستن فلان جا رمزرزمو بزنم بشی با این بازی این شکلی نیست به خدا هر تیمی بلند شده اومده هوادارش سعی کردن تا دقیقه 90 تشویقش بکنن ایران اینطوری نبود فضاش ما تو بازی آمریکا همین داستان داشتیم قبل از اینکه بازی ایران برگزار بشه من فیلماشو برای شما آوردم گفتم دوستان ممکنه دوباره حاشیه پیش بیاد چرا تو بازی آمریکا ایران بازی رو برد ما همین داستان داشتیم دو هزار نفر پشت ورزشگاه ایران ساز و منافقین ایران فوش میدن نفر دو هزار تا بیلیت خریده بوده حالا داستان مفصل فیلم شما رو براتون پخش کردم چرا اونجا ما بازی رو بردیم اینجا یه اتفاق افتاد به خاطر اینکه فضای رسانه کشورم و فضای مجازی کشور اون دست خودمون نیست ورزشکار شما آرامش نداره تمرکز ن... از قبل وزن تمرکز نداشا سردار از آزمون باید برای شما توی زمین توپ بزنه از دو ماه قبلش پیج اینستاگرامش محل جنگه هی داره استوری میفرسته هی داره تحریک میکنه هی داره فلان میکنه خب یک بخشش به خاطر اینکه خودش بازی این شکلی فهمیده این شکلی فهمیدی که الان به جای فوتبال باید رو این متمرکز باشه که این کاملا اشتباه بود کاملا غلط بود یه بخش دیگه ای ماجرا این هست که بعضی وادارش میکردن این شکلی بازی کنه این کارا رو بکنه این حرفا رو بزنه بابا ورزشکاری هستی که با تمرکز داشته باشی نمیگذاشتن نمی من خیلی تلخم من امیدوارم که اینو بتونن جمعش بکنن چون کیروش به شدت اینو فهمیده حالا توی برنامه فردا مفصل بشون پرزن در صحبت میکنم به شدت این مساله که اصلا اصل داستان اینه من دارم از بیرون زمین گل میخورم گلا رو من قبل بازی خوردم داخل بازی نیست اصلا اون چیزی که داره اتفاق میفته اصلش بیرون داره بر من رخ میده خب این رو مفصل سعی میکنم فرا بهش بپرزیم من تا میخوام بریم سراغ یک مصاحبه بسیار جنجالی بسیار فوق العاده که دیروز از سوی مهدی تارمی اتفاق میفته و بیرحمانه باش برخورد میشه مصاحبه که بیرحمانه باش برخورد میشه دوست دارم متنش شما بیارم خبرنگار غیر ایرانی رو از مهدی تارمی پرسه در خصوص ایران در خصوص اعتراضات مهدی تارمی دو سه تا نکته میگه میگه من آقا من سیاسی نیستم ضمن اینکه سیاسی نیستم سوال شما رو نمیخوام بهش پاسخ خودم اینجا جام جهانی هم. من به عنوان یک فوتبالیست اومدم فوتبال بازی کنم لذت هم ببرم و کمک بکنم که ورزش با کیفیت انجام بشه و یه چیزیه اگه شما سوال سیاسی میخوای از من بپرسی چرا در اوکراین نمیپرسی در اوکراین چرا از اون سوال نمیپرسی به شما اگر یک ایرانی باشی فارغ از اینکه نگاه سیاسی به مسئله چیه و کجای داستان و باید بپذیری که دقیق ترین پاسخی که باید به خارجی داده بشه همینه من بازیکن تیم ملی کشورم هستم تو اومدی اینجا تمرکز منو بگیری هیچ اشکال نداره اگر اومدی تمرکز من رو بگیری من سال سوال زد دارم در مورد اوکراین یه سوال میشه از من پرسی یه سوال از اوکراین میپرسی که از ایران من جفتش رو جواب نامردم جواب ندم ولی از اوکراین هم بپرس جفتش هم ببر مونکس کن نمیکنی این کارو چرا چون اونور میخوای همه آرامش داشته باشن اینجا آرامش من میخوای بگیری اومدی پیش منی که دو تا گل زدم برای این تیم این تیم شیش هیچ عقب بوده دوتا شما من زدم و ما گلهایی گل که زده نشده بقیه افتخارشو دارن اینجا تمرکز منو داری میگیری خب این خیلی واضحه خیلی روشنه این بازی کثیف اتفاق افتاد این تلاشا رو انجام که تمرکز اما اصل بازی کثیف جای دیگری بود خب سود اینترنشنال ها تیتراشون رو زدن تیترای شرم‌آورشون رو بی بی سی ها تیترای شرم‌آورشون رو, رو زدن ما به خودمون میگیم دیدیم یک تیتری منتشر شده از صحبت مهدی تارمی که شرماورتر از تیتر اونهاست مون تا این تیتر رو بی بی سی نزده این تیتر رو سعود اینترنشنال اینو داخل ایران زدن من برای شما تیتر روزنامه شرق می گفته که واکنش تارمی به سوال درباره درباره وضعیت ایران به من ربطی ندارد عجب بی هستید شما عجب تخم حرام های هستید شما خیلی واضح توضیح داد که آقا تمرکز تیم ملی ایران نباید بگیری شما هوادار تیم ایران هستین قطعا نه قطعا شما یکی از همونایی هستید آقای روزنامه شرق شما قطعا یکی از همونایی هستید که وقتی انگلستان گل میزد مادرتون عروس شده بود ننه شما عروس شده بود خوشحال بودی از اتفاقاتی که میفته آقای رحمانیان روزی که اون دختر خانم اسمش چی بود خبرنگار شهر رفت ماجرای محسن اینا شروع کردن خیلی ها هنوز نمیفهمن چی شد روزی که دخترک بلند شد رفت تو بیمارستان فتنه محسن رو شروع کرد با کلی دروغی که نوشت و فرستاد برای سودین ترشان اینجا منتشر میکرد شبکه داخلی فرستاد برای سودین ترشان خب گرفتن آمدی رو گرفتن منتشر کردن اینجا رفته جلسات خارجی داشته تو جلسات جاسوس خبرنگاری شرکت کرده اینو گفته اونو گفته آقای رحمانیان نگذاش نبرداش بلند شد من جلوی دورمین گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم ایشون هر کاری کرده با نظارت من بوده و من حمایت میکنم آینه روزنامه من راحت بشم شما یعنی نمیدونم خانم خانم الهام, خانوم الهام... حامدی که این برخورد باشو جاسوس هست یا نه ولی والله قسم میخورم تک تکتون رو باید بگیرن جاسوس باشید نباشید باید بگیرن شما بیشرفها رو تیم رفته اونجا داره بازی میکنه ورزشکار داره تلاش میکنه در چارچوب منافع تیمی کشورش بده در چارچوب منافع کشور بده بی شرفا تیتر تیتری زدن برای اینکه آرامش نداشته باشه برای اینکه چهار نفر توی ایران خونه می آ ایران به تو نداره ای فلان بهش بدن ایران اگر به ربطی دو تا گل برای تیم ایران نمیزد ایران اگر بهش ربطی تو اون شرایطی که شما فیلم های بازی رو نگاه بکنید شاکله تیم اصلا هم پاشیده مهدی تارمی هی hey, داره صحبت میکنه با بازیکنو بعد از گلی که زده در گوشه حرف میزنه در گوشه اون صحبت این, این تشویق میکنه اونو میبره سمت زمین به اون یکی فلان میگه اینا رو ببینید این لحظات رو ببینید این تلاش کرد در چارچوب قد و قواره خودش به اون تیم کمک بکنه روحیه بده تو لحظات شما اون لحظه هر بازیکن دیگه رو نگاه میکردی فقط تلاش میکرد گل نخوره قبول داری فقط تلاش کنی تو نیا سمت دروازه ما لامصب این بیچاره داشت تلاش میکرد تیمو جمعش بکنه آخر اون حلقه اتحادو زدن ولی اون حلقه رو یه سری دارن با چکش می‌زنن روش یکی همین روزنامه شرق اینا عروسی پدرشون بود وقتی انگلستان گل زد عروسی ننهاش ننهاشون عروس شده بود الان ببین تیترو با چه هر سری تیتر میزنه انتقام دارن میگیرن ازش چون این دو تا گل نباید میزد از نظر اینها ما و همچین آدمای طرفیم رئیس علی دلواری رو کیا رفتن لو دادن به انگلیسی ها همینا بودن اون موقعی که ما قیام داشتیم در مقابل بریتانیایی که اومده بود توی کشور ما کیا رفتن اون بچههایی که میخواستن از کشور دفاع کنن لو دادن همینا بودن شما یه لعنت اگر میفرسی به وطن فروش هزار تا لعنت باید بفرسی بر هموطن فروش که اینا دارن این رو انجام میدن و این که این بازی کثیفی است که من لازم بود یادآوری کنم خیلی بی‌رحمانه داره با این تیم رفتار میشه خیلی بی‌رحمانه رفتار میشه من هیچ کجای دنیا هیچ تیمی ندیدم که این شکلی وسط زمین سر ببرن بازیکن تو زمین نرفته گل خورده ما رو قبل بازی خوردیم آقا این شش تا گلی که مازر شد قبل بازی بوده با همین مسخره بازی با همین پدر سوخته بازی این بی بی‌شرفا و ظرفی که از نظر من قوه قضاییه داره آقا منافع ملت در که بازیکن بتونه خوب بازی کنه چرا تو دل اینا نمی‌زنی چرا اینا خفه نمی‌کنی چرا اینا سرجاشو نمی‌شونی ظرف از شما هم هست لازم بود این رو بررسی بکنیم فضا بسیار سنگینی که این روسا علیه تیم ملی در داخل و خارج به راه انداختن یارهای دوازدهم دشمنان وطن همون کسایی که باز میگم رئیس علی دلواری رو اینا لو دادن ما در مقابل انگلیسات تو اون قیام تنگستان خیلی دستمون پر بود اینا آدم فروشا اومدن زدن مو زمین همین بی من امیدوارم این تیمی که در میدان هست تیمی که رفته قطر و تیمی که به شدت بیرحمانه باش رفتار شد بتونه خودش جمع بکنه بتونه خودش رو مدیریت بکنه بتونه یک اتفاق خوب برامو رقم بزنه باور کنید ما بازی اول مطمئن باشید میتونستیم برنده از بازی بیایم بیرون ما میتونستیم بر برید یک بار اون بازی رو ببینید ایران 6 گل خورده دو تا گل زد دو تا گل واضح ایران میتونست بزنه در خوبتو خوبتو نداشتی اگر تو زمین داشتی بازی این شکلی نمیشد تو میتونستی برنده این بازی باشی نذاشتن نذاشتن این برد رو از ما گرفتن کی دو ماه قبلش که توپونه راه افتاد شروع کرد زدن این تیم ملی و شروع کرد مسخره کردن و شروع کرد تو چه کسانی آی علی کریمی و علی دایی و آی کریم باقری و این جماعتی که این ور میدان ایستادن بر روزنامه شرق از اون طرف و سعودی هم از جناح راست که حمله کردن و شروع کردن به توپ بستن این بازیکن‌ها من طولانی ترش نمی کنم طولانی نمی تا اینجا کافی باشه لازمو که یک ماجرا رو با هم دیگه بررسی کنیم چیکار کنیم هواتون عوض چه حالتون عوض چه انقدر کلافه شدن یه خورده تغییر بکنیم بریم قطر بریم قطر یکی دو تا فیلم ببینیم از بازیکن هایی که کنار ایران ایستادن کنار ورزشکار هامون ایستادن یه خورده حال و هوامون عوض بشه این فیلمی هست که دیروز منتشر شده از قطر بازیکن های کشورمون رو ببخشید هواداران این تیم رو نشون میده که روحه صد صد انرژی صد صد آمدن برای اینکه تیم کشورمون رو تشکیف کنن دمش میگم هر کسی اومده اینجا ایران رو تشویق کنه دمش فقط از خدا میخوام اینا شنبه بتونن مدیریت بکنن خودشون رو ذهنشون رو مدیریت بکنن آرامش بر اردوگاهشون حاکم بشه بتونن یه اتفاق خوب تو زمین رقم بزنن واقعا خیلی ها این بچه‌هایی که اینجا رفتن دارن تلاش میکنن که از ایران حمایت بکنن تو این فشار سنگین و تو این فضا و تو این داستان ها اینا هر کدوم یه زندگی اینور داستان دارن بلشن رفتن با عشق کنار پرچم ایران ویدیو از ایران 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 خیلی خوب این ویدیو رو هم دیدیم امیدوارم بهترین اتفاقات پیش روی قهرمان های بازیکن های باشه بازیکن هایی که انصافا استحقاقشو دارم پرچم ایران رو بالا ببرم برای این مردمی که این مردم واقعا با همه وجود در همه شرایط کنار وطن بودن نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته ازتون در قالب پیام برای ما خواه خاک پای تک تک رفقای خودم هستم از خدا میخوام که بهترین ها برای ایران رقم بخوره خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر